متی فصل 18. در آن وقت شاگردان نزد عیسی آمده از او پرسیدند: کی در پادشاهی آسمانی از همه بزرگتر است؟ عیسی کودکی را صدا کرد و از او خواست در برابر آنان بیستد و سپس به آنان گفت: در حقیقت به شما می گویم که اگر شما تغییر نکنید و مانند کودکان نگردید، هرگز داخل پادشاهی آسمانی نخواهید شد. در پادشاهی آسمانی آن کسی از همه بزرگتر است که خود را خرد سازد و مانند این کودک بشود. و کسی که چنین کودکی را به نام من بپذیرد، مرا پذیرفته است. وای به حال کسی که باعث لغزش یکی از این کوچکان که به من ایمان دارند بشود. برای او بهتر می بود که سنگ آسیاب به گردنش آویخته شود و در اعماق دریا غرق گردد. وای بر دنیا که باعث چنین لغزش هایی می شود. حتما لغزش های پیش خواهد آمد، اما وای بر کسی که باعث این لغزش ها شود. بنابراین اگر دست یا پای تو را به گناه بکشاند، آن را قطع کن و دور بینداز، زیرا برای تو بهتر است که بدون دست یا پا داخل حیات گردی تا با دو دست و دو پا به داخل آتش ابدی افگنده شوی. و اگر چشم تو را به گناه میکشاند، آن را بکش و دور بینداز، زیرا بهتر است که با یک چشم داخل حیات شوی تا با دو چشم به آتش دوزخ افگنده شوی. هرگز این کوچکان را حقیر نشمارید. بدانید که آنان در عالم بالا فرشتگانی دارند که پیوسته در پیشگاه پدر آسمانی من حاضر هستند. زیرا پسر انسان آمده است تا گم شده را نجات بخشد. عقیده شما چیست؟ اگر مرد 100 گوسفند داشته باشد و یکی از آنها گم شود، آیا او 99 گوسفند دیگر را در کوهسار رها نمی کند و به جستجوی گوسفند گم شده نمی رود؟ و هرگاه آن را پیدا کند، برای آن یک گوسفند بیشتر شاد می شود تا برای آن 99 گوسفند دیگر که گم نشدند. به همین طور پدر آسمانی شما نمی خواهد که حتی یکی از این کوچکان از دست برود. اگر برادرت به تو بدی کند، برو و با او در تنهایی درباره آن موضوع صحبت کن. اگر به سخن تو گوش دهد، برادر خود را باز یافته ای. و اگر به سخن تو گوش ندهد، یک یا دو نفر دیگر را با خود ببر تا از زبان 2 یا 3 شاهد این موضوع تایید شود. اگر حاضر نیست سخنان آنان را بشنود، موضوع را به اطلاع کلیسا برسان. و اگر حاضر نشود به کلیسا گوش دهد، با او مثل یک بیگانه یا جزیه‌گیر و سودخور رفتار کن. بدانید که چیزی را که شما در روی زمین ببندید در آسمان هم بسته می شود، و چیزی را که در روی زمین باز نمایید در آسمان باز می شود. و نیز بدانید که هرگاه 2 نفر از شما در روی زمین درباره آنچه که از خدا می خواهند یک دل باشند، پدر آسمانی من آن را به ایشان خواهد بخشید. زیرا هر جا که 2 یا 3 نفر به نام من جمع شوند، من آنجا در میان آنان هستم. در این وقت پتروس پیش عیسی آمده از او پرسید: خداوندا، اگر برادر من نسبت به من خطا بکند، تا چند بار باید او را ببخشم؟ تا 7 بار؟ عیسی در جواب گفت: نمی گویم 7 بار، بلکه 70 مرتبه 7 بار. چون پادشاهی آسمانی مانند پادشاهی است که تصمیم گرفت از خادمان خود حساب بخواهد. وقتی این کار را شروع کرد، شخصی را نزد او آوردند که 10,000 دینار از او قرضدار بود. اما چون او نمی توانست آن را بپردازد، اربابش امر کرد او را با زن و فرزندان و تمام هستیش بفروشند تا قرض خود را بپردازد. آن شخص پیش پای ارباب خود افتاده گفت: ای آقا، به من مهلت بده و من تمام آن را تا پول آخر به تو خواهم پرداخت. دل ارباب به حال او سوخت، به طوری که قرض او را بخشید
و به او اجازه داد برود. اما او وقتی از آنجا رفت، در راه با یکی از همکاران خود روبرو شد که تقریبا 100 دینار از او قرضدار بود. او را گرفت و گلویش را فشرده گفت: قرض مرا به من بپرداز. آن شخص به پای همکار خود افتاد و به او التماس کرده گفت: به من مهلت بده، پول تو را میپردازم. اما او قبول نکرد و آن مرد را به زندان انداخت تا قرض خود را بپردازد. خادمان دیگر که این ماجرا را دیدند بسیار جگرخون شدند و به نزد ارباب خود رفته تمام جریان را به اطلاع او رسانیدند. او آن مرد را خواسته به او گفت: ای غلام شریر، به خاطر خواهشی که از من کردی، من همه قرض تو را به تو بخشیدم. آیا نمی باید همین طور که من دلم برای تو سوخت، تو هم به همکار خود دلسوزی می کردی؟ ارباب آن قدر خشمگین شد که آن غلام را به زندان انداخت و امر کرد که تا وقت تمام قرض خود را نپرداخته است آزاد نشود. پدر آسمانی من هم با شما همین طور رفتار خواهد کرد اگر همه شما برادر خود را از دل نبخشید.